درود بر دوستان، وقت همگی بخیر. سلام، خسته نباشید. سلام استاد، وقتتون بخیر. خسته نباشید. سلام، وقت بخیر. سلام، روزتون بخیر. مرسی. سلام از ادب. خب همه حاضرن؟ کمربندا رو ببندیم بریم. بفرمایید. علی استاد، تقریبا چند نفر الان هستیم؟ یه چند نفر من نمیشه این ای اضافه اینجا داریم. ای کیه؟ آنا هستش. من شما این آره گذاشتم ای، بعد نتونستم عوضش کنم. اوکی خب پس ایو فهمیدیم. دادمهر ای، عادل که هست، علی که هست، علی حیدریان عزیز، علی اخوانم که اومد، علی امین. این کدوم امینه؟ من امین رحیمی رو که دارم. امین امیری هم استاد. امین امیری شما این. اوکی سلام. ارادت اوکی باشه، شما پس هستی. امین رحیمی هم که هست، دادمهر هم که هست، گل خانم گلنا، کیوان جان، لیلا، ام هم که محمد، اگه اشتباه نکنم محمد. بله بله استاد. و دو تا محمد رضا زد ان داریم. بله استاد، منم با این دو تا اینترنت اومدم. اوکی و محمد بعدی استاد؟ بازم خودم هستم، به خاطر میکروفون با تبلت اومدم استاد. اوکی بعد مرتضی عزیز، مسلم عزیز، نیما جان، امید، پویا حسینی، رضا نبیلو باید باشه که اشتباه نکنم، درسته؟ بله استاد، منم رضا نبیلو. اوکی رضا جان دیگه. اوکی تقریبا همه هستن. خانم مهرک رو ندیدم، اگه اشتباه نکنم ببینم. اوکی هستین. خب بسیار خوب، خوش آمدین همه دوستان، خوش آمدین، وقت همگی بخیر. ممنون استاد، وقت شما هم بخیر. درست. من چک کردم این جورنال ها و استیتمنت ها رو. یه درخواست داشتم از دوستانی که فقط جورنال میفرستن، استیتمنت نمیفرستن، پروفیتشون رو حداقل محاسبه کنن، زیرش بنویسن، چون مجبور شدم خودم دونه دونه نرو. دوستانی که استیتمنت نفرستاده بودن مشخصا پروفیت چقدر بود تو اکسل باید خودم محاسبه میکردم، ولی اونا که استیتمنت فرستادن دست خودم درد نکنه، مرسی، در واقع کارمانو کمتر کردیم. خب من نتایج رو دیدم. خانم آنا منفی 153 دلار، یعنی 15% منفی. شهریار جان 10% منفی. مرتضی 7. محمد 8% مثبت. عادل خوب بود، 30 دلار، یعنی 3% مثبت. رضا نبیلو منفی 25. امید منفی 148. علی حیدریان منفی 15. مهدی کنعانی 115 دلار مثبت، یعنی نزدیک 11% مثبت گرفته. خانم لیلا 10% مثبت. خانم مهرگ منفی 68. لیلا 10 دلار مزد میخوام، خانم لیلا 1%. نیما منفی 26. امین رحیمی منفی 35. محمد رضا منفی 56. اگه هر کدوم که اشتباه میکنم لطفا اصلاح کنید، اینه که من در آوردم. امین رحیمی عزیز منفی 35. محمد رضا منفی 56. علی اخوان عزیز، دو تا علی جان من استیتمنت دیدم از شما که جورنال هم نداری اگه اشتباه نکنم، بیان مثبت 3 دلار بود یا منفی 16 دلار. حالا اگر نه استاد، استیتمنت دارم، جورنال هم فرستادم براتون. باشه بی زحمت پس برام ریپلای کن که بدونم کدومه. فقط دو تا چرا رو چشم استاد؟ پوزیشن بازام بودش، پوزیشن بازم بود که منفی 8 تا بود، بعد شد منفی 16 تا، یا اون آخریش که بازار بسته شدم فرستادم. بسیار عالی. همین منفی 30. مهران منفی 78. خانم گلان منفی 43. متین 52. مسلم منفی 51. پویا 63. پویا جان خوب روش کردی، نتایج معلومه. دادمهر منفی 13. کیوان که نفرستاده. وحید هم که کلن آوت شد. اگه قرار نبود که اصلا روی
نتیجه خیلی متمرکز باشیم بخاطر که تو بحث تکنیکال هست، ولی خب دوستان تجربه دوستان رو بدونم، خیلی جالب بود که مدیر سرمایه‌ای که آموزش داده بودیم بعضیشون رعایت نکرده بود، یعنی یه درصد رو نمیدیدیم و حالا یا ریسک فری اینا رو اوکیه ولی ضررها خیلی بیشتر بود یا در حد بین 1% و 0 بود. دوستان راجعش صحبت بکنیم. تمام اون چیزایی که یاد گرفتیم فراموش شد؟ نیما جان بفرمایید. سلام استاد، شبتون بخیر. زنده باشین نیما جان، بفرمایید. ببخشید. سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما استاد هم دوستان عزیزم. خدمتتون عرض کنم استاد، من تا جایی که تونستم رعایت کردم اون موارد رو، علت دوستون بیشتر می‌خواستم مدیریت سرمایه رو یعنی روش فوکوس بکنم که همون داستان 100-200 رو من اجرایی کردم، ولی خب متاسفانه من همونطور که در جریانین هفته اول به تایم کاریمونو من متاسفانه نبودم، در یک سفر کاری بودم، هفته دوم بود، ولی خب با این همه حال خیلی عالی بود، یعنی من خودم اصلا انتظار اینو نداشتم. اگر گراف منم ببینید یک دقیقا با اخبار من شدیداً نزولی شدم، همون سرسرهی که گفتید برای منم اجرا شده در دو مرحله که تخمین زدم من یه شب مونده بود، فکر می‌کنم پنجشنبه صبح من مثبت بودم، یعنی مثبت 26 بودم، متاسفانه همین اخبار هی اومد هی منفی کرد و نتونستم که معاملاتی که باز بود مدیریت بکنم در زمان اخبار، ببندمشون بیام بیرون، نمیدونم اینو یعنی استاپ نذاشته بودین؟ استاپ گذاشته بودم، خب اون طبق روند خودش داشت میرفت جلو کار، مثلا اگر سعودی بود همه چی داله بر سعودی بودن روند، ولی یهو مثلا میزد خب منو مینداخت بیرون. همین منفی هایی که مخصوصا روی 200 دوبله میشد منفی های من، اونا دیگه منو منفی 26 کرد. دو سه تا پوزیشن باز دارم که اونا قطعا با مثبت بسته میشه، ولی خب بازم این 26 منفی رو جبران نمیکرد که حداقل بگم با 5 مثبت مثلا اومدن بیرون. یک اتفاق خیلی خوبی که حالا من روی بیشتر بیکوت فعالیت میکردم و کلن جی تی اس ها رو من اجرایی کردم توی این دو هفته و یه هفته خودم، اون خدمتتون عرض کنم ام ای 20 که به ما گفتید در 4 ساعته باش کار بکنیم بسیار بسیار کارآمد بود استاد، یعنی به نظر من اصلا پیشگویی میکرد اون ام ای و خیلی دقیق، یعنی میرفت جلو همون اندیکاتور که خودتون گذاشتیم برامون توی گروه. با این مثلا نشدم نموجه کدوم فرمودی؟ یه اندیکاتور حالا خدمتتون عرض کنم من الان میگه اوریج رنگی، اون اوریج رنگی اوکی. آره من تنها اندیکاتوری که استفاده کردم همون بود استاد و از زمانی که با شما آشنا شدم کلن از هیچ اندیکاتوری من استفاده نمی کنم و اگر منفی بودم و همیشه مثلا منفی 100 یا 150 تو دمو بودم، حالا دیگه زیر 50 حفظ می کنم اون قضیه رو و حالا متاسفانه اگر این اخبار نبود حداقل مثبت 30 یا 40 بودم که اگر عکس ها و تصاویر رو بعداً حالا ملاحظه بفرمایید خودشون گویا هستن، ولی خب خیلی عالی بود، یعنی مدیریت سرمایه طبق صحبت های شما حد اقل 80% داستان هست و ما هم جدای از این داستان نیست، دستتون هم درد نکنم. زنده باشی. یه چیز خیلی جالب با توجه به تعداد پوزیشن‌های بعضی دوستان که استاپ خوردن رو خیلی زیاده و اگر این مدیریت سرمایه رعایت نمی‌شد من فکر کنم تو همین دو هفته این حساب‌های خیلی از دوستان کال می‌شد، یعنی از این جهت ببینیم که حتی با توجه به این که یعنی معامله گری می‌کنیم، قمار نمی‌کنیم یه جورایی، و حتی با توجه به این که حالا تکنیکال هم ممکنه خیلی جا اشتباه باشه یا حتی نوسان به قول نیما جان نوسان پیش بیاد و باعث ضرر بشه، نهایتاً نگاه کنین ماکسیمم حد ضرر تو این دو هفته بیشتر از 15% تو حسابو نرفته که تعدادم که خیلی بالاست. اگه این قرار بود که ضریب بهش بخوره، یعنی حجم پوزیشن ها بالاتر بود، این درصد مثلا 15% خیلی بیشتر از این در واقع 15% میشد.
خدا همین جای شکرش باقی. اینم نگفته نمونه که بگم که با توجه یعنی هیچ کدوم از دوستان حساب آسیب خیلی زیادی ندیدن نزدن، یعنی با اینکه حالا احتمالا بحث تکنیکال مورد داره یا حالا خطاهای دیگه پیش اومده، ولی باز هم خود این یه رویه مثبته که حساب کال نشه که ذره سنگین نرفته. 15% که قابل جبران هست فرض بگیریم اگه اتفاق هم توی شرط بدن بیفته. برای این نکته رعایت ریسک بسیار خوب بوده. حالا استاپ یه مقدار بالا پایین هم بشه حالا مشکلی نیست، بالاخره ممکنه پیش بیاد، ولی این نکتهش خیلی مهم بود که واسه اینجا بهتون بگم. مرسی نیما جان از تجربت. ببخشید من تو هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم که دقیقا با همین مدیریت سرمایه یه صدم دو صدمیه هفته قبلترش من 140-150 تا منفی بودم، این هفته بعدش تقریبا فکر کنم 10 تا منفی شدم. یعنی اینقدر فاحش این داستان جلوگیری میکنه از کال شدن و ضررهای سنگین. ممنونیم که اینو به ما گفتین استاد. زنده باشید ارادت، زنده باشید. خب من دارم عکس خودم رو توی بک‌گراند پویا نه این چیه پویا جان آگو دیگه خودتون یادمون دادیم گفتیم دیگه اینجا چیز کنم عکس من رو بذاری که عکسش بفروشم. خیلی جالبه. مرتضی بیاد بالا ببینم که چی میگه. مرتضی جان بیا بالا. استاد سلام، خسته نباشید، خیلی مخلصی. یه سلام میکنم خدمت همکلاسی عزیزم. راستش استاد حالا برگردیم به تمرین سه هفته قبل، من جریان از سه هفته قبل که یه خورده نوسانات، یعنی زمانی که گفتین مثبت منفی $10 میتونین ضرر کنین، خب من اون هفته درگیر خیلی درگیر نوسانات شدم که حالا قبلا هم گفتم خدمت منفی 270 خورده ای ضرر داشتم اون هفته. بعد هفته بعدش که این برنامه این استراتژی بسکتی رو داشتیم، خب اون به مراتب خیلی کمکم کرد، یعنی شدم مثبت تقریبا $15 از منفی 270 270 خورده ای شدم تقریبا مثبت $15. و این هفته راستش استاد من فقط سعی کردم برم سراغ، یعنی استراتژی ها رو کم کردم، گفتم که تعداد استراتژی رو فعلا بچسبم، مثلا یا پرایس اکشن کار کنم یا پویا همین جی تی اس برکاوت، یعنی این روی این دوتا کار کردم استاد. و مسئله اصلی من این حجم یک صدمه بود، این یک صدمه خیلی کمک کرد من استاد. من فکر میکنم یعنی نه من فقط، من بچه ها خیلی درگیر همین نوساناتیم، یعنی بعضی موقع میاییم حجم رو زیاد میگیریم، خب این حجم زیاد کردنه خودش باعث این میشد که ما یک شادوی خیلی کوچولو یا موقع خبر یا آخر زمانی که وقت بازار بسته میشه یه شادو میزد قشنگ حساب من استاپامو قشنگ فعال میکرد و اینجور موارد. این هفته ای که گذشت استاد من کلن اومدم گفتم یک صدم کلن گرفتم و ریسکم همون 1% بود که حالا شکر خدا حالا خیلی ضرر نکردم، $1 تقریبا 1.17 سنت. آره دیدم خیلی محدوده. آره ضرر من کم شد. و حالا یه چیزی دیگه استاد من فهمیدم، این که هر جایی که من عجله کردم قشنگ، یعنی اینو لمس کردم قشنگ، هر جایی که عجله کردم یه مقدار هلهلی اومدم پوزیشن بگیرم، یعنی وارد بازار شدم، هر جایی که عجله بود قشنگ استاپم فعال میشد و بعدش میمادم پیش خودم میگفتم خب این چه روشیه، چه استراتژی، برای خودم سوال، یا یه مقدار مثلا منتظر کندلای تایید وای نمیستادم، مثلا میومد قشنگ همجور هر جایی که من وارد میشدم قشنگ خط حمایتی یا مقاومت بود، قشنگ از اون نقطه بازار برمیگشت. چه استراتژی مورد جان بیشتر استفاده کردی؟ چون ببین هم مدیریت سرمایه داره درست میشه، یعنی درست شده دیگه. آره بحث پرایس اکشن است. اوکی، چون الان که فقط میمونه بحث تکنیکال که در واقع تکنیکال درست اجرا بشه، پرایس ضرره زیاد نیست، منفی $7 باز به نسبت چیزی نیست، زیر 1%. پس پرایس اکشن استفاده کردی؟ آره من پرایس اکشن و یکی دو تا پوزیشن تو جی تی اس بریک‌آوت داشتم. و این جی تی اس بریک‌آوت استاد خیلی من یکم رو اینم مشکل داشتم، همین کندل تایید گرفته، بعضی جا وای میستم که کندل تایید بگیرم، خب یا همون کندلی که میاد شکست انجام میده انقدر زیاد میشه که دیگه ریسک ریواردش فایده نداره، یکی یه جایی برمیگرده واگرایی میخوره بعضی وقتا برمیگرده. این مشکل خود من دارم، خیلی از موقعیت ها رو سر همین از دست میدم متاسفانه. بله بله من به خاطر همین بحث جالب اینجاست که استراتژی خیلی خوبی هم هست، فقط به تحلیل دراز مدت یه تایم بالاتر خیلی میخواد که دقیقا بدونی که قیمت چی کار میکنه، خیلی مهمه. بله دقیقا استاد. بعد و یه مورد دیگه بگم خیلی کوتاه کنم،
یه جای دیگه هم استاد یکم من توجهمو وقتی کم میکردم بهش، سطوح حماد مقاومت مثلا تو تایمای بالا بود. بعد خب این استراتژی جی تی اس ها، این دوتا جی تی اس بریک اوت و هولبک داخل رونده، یعنی باید داخل روند از این استفاده کنیم. من هر جایی که میمادم انتهای روند مثلا از این دوتا استراتژی میمادم کار میکردم، قشنگ معکوس جواب میداد و اون استراتژی عمل نمیکرد. چرا؟ بعد میرفتم تایم بالاتر نگاه میکردم، مثلا حواسم نبوده به تایم روزانه، اینجا یک سطح حمایتی یا سطح مقاومتی خیلی مهمیه. شکر خدا اینجا دقیقاً چی کمک میکنه؟ اینجا تجربه کمک میکنه، چون مارکت رو باید چند بعدی دید، توی تایم فریم مولتی تایم دید و خیلی این مهمه، چون شما توی تایم وقتی کار میکنی هم حالتی که قبلا گفتم عکس رو از نزدیک ببینین، ممکنه مثلا یه سری زوایا رو نبینیم، بعد که وارد پوزیشن میشیم مثلا تایم بالاتر یه حمایت مقاومت بود اونو ندیدم. فقط همین هست دیگه، یعنی اولا تکنیک های در واقع پیاده سازی نوع تکنیکالی که استفاده میکنین دیگه خیلی مهمه. دقیقاً بقیه‌اش دیگه مدیریت سرمایه است و روانشناسی. آره شکر خدا مشکلی نداشتم اونجا و حالا انشالله تا ببینیم آینده چی میشه دیگه. ممنونم از شما، لطف دارین، سلامت باشین. پویا حسینی، پویا جان بی بالا. بابا عوض کردم عزیز دلید ازم بزرگتون. آقای گلشایه من بزرگترین کمک خیلی خوب بود شما 63 دلار مثبت شده عالی بود. آره دقیقاً. خب تمام اون چیز همون میخوام همینو بگم که جورنال دقیقاً از دور نجات داد من، یعنی من اومدم الان دقت کنین جورنالم از دور 3 تا جورنال قبلی، یعنی 2 تا جورنال قبلی داخلشه، یعنی 3 تا شیت الان شیت دارم که فکر کنم 4 تا شیت، نه آره 3 تا شیت دارم، آره 3 تا داشتیم دیگه، یعنی همه رو پشت سر هم دیگه دارم و همه رو میام هر سری که میخوام مثلا این کار انجام بدم ترید بکنم هفته جدید شروع کنم، اون ستا رو یه اون دوتای قبلی رو یه دوره میکردم و تمام اشتباهاتم رو مینوشتم، یعنی دقیقا آره، یعنی داشتم اون درسایی که گرفته بودم، من مهمترین قسمت جورنالم درسایی که از ترید گرفتم، یعنی درسایی که از حد دردایی که به وارد شده، یعنی دقیقا اینا رو نوشتم و تو این دو هفته که داشتیم خیلی خوب از اونا استفاده کردم. یعنی آقا من بزرگترین اشتباهاتم این بود که میمدم چیکار میکردم، میمدم خلاف روند وارد میشم، یعنی هر جا یه سطحی میدیدم یه پول بک بهش زده شده از همونجا بخواستم بای بگیرم یا سل بگیرم برم جلو. ولی خب با این چیزی که دیدگاهم خیلی بزرگتر شد، دیدگاهم این بود که سطح ها رو از دیگه میمدم مثلا روند از ویکلی و دیلی کار میکردم، مثلا نگاه میکردم ویکلی و دیلیش میمدم پایین، 4 ساعته روند رو میگرفتم و شروع میکردم به ترید زدن. بزرگترین کمکی که بهم کرد همین بود که این ایرادم رو تو اون جورنال قبلی تونستم در بیارم، تونستم تو این هفته روش کار کنم. حتی هفته اول به خاطر که حرکتای خوبی داشتیم، یعنی جنبش بازار خوب بود هفته اول، هفته گذشته، و من تونستم خب نزدیک 90 دلار سود کنم. تو هفته دومم خوب اومدم بالا، بازم مثلا یه 20 دلار اومدم، یعنی تا 110 دلار هم تقریبا اومدم بالا. ولی خب یکم قهره شدم به خودم، دیدم آقا خب اوکی خیلی خوب شده، اوکی تو داری تایم بالا رو کار میکنی. اشتباهی که کردم وقتی دیدم بازار اون روند خاص نداره، اومدم چیکار کردم؟ تایم فریمم آوردم پایین و درگیر نویز بازار شدم. درسته که حالا استاپ ها رو کوچیک گرفتم، یعنی حد ضررام شاید مثلا 3 دلار 5 دلار میشد، ولی خب همینا هی اومدم درگیر این شدم و نویزا میزد. مثلا تحلیلم درست بود، چرا؟ چون تحلیل دراز مدتم از تایم فریم مثلا ویکلی و دیلی داشتم انجام میدادم، میمدم مثلا تو رو ساعت ترید میکنم رو ساعت 5 دقیقه، ولی خب نویزش اون استاپ کوچیکم رو میزد، میخواستم تحلیلم درست باشه، استاپ کوچیکم رو میزد و مینداختم بیرون. همین شد که باعث شدی که باز تازه حساب افت کرد و از مثلا 110 دلار اومد مثلا اون 63 دلار 64 دلار تقریبا. ولی خب عالی بود، یعنی تونستم خودم رو یعنی پیدا کنم توی هفته با اون چیزی که تجربه‌ای که نسبت به ضررهای هفته‌های قبلی داشتم، مثلا خودم یکم بکشم بالا دیگه اون اشتباه رو نکنم. پویا جان به نظر من شما آماده به نسبت در واقع گذشتم که چک میکنم، شما تقریبا میشه گفت آماده، همین نگاه کنید دو هفته است شما نزدیک 6 درصد سود گرفتید، متوسطش رو بگیم بشه ماهی درصد 10 درصد اگر همین تکنیکا دیگه میدونید جز ریزکاری ها جزئیات شخصی میتونه کمکت کنه. شاید مثلا من زیاد نتونم کمکت بکنم دیگه تو بحث اجرا کردن اون چیزایی که با هم کار کردیم، دیگه به خودت یه جوری برمیگرده که حساب کنی با همین سیستم بری جلو سال 100 درصد راحت میگیری، یعنی عملا از نظر قابلیت
معامله گری شما نظرم آماده ای که چیز خاص دیگه نیازید، فقط اجرا کردن درست همون قرار نشدن، همون پیاده کردن درست اون چیزایی که اشتباه بوده قبلا، حذف کردن اونها، همین فقط تجربه بیشتر در واقع کمکت میاد. نکتهش جالب اینجا، ببین مسئله که بهش برمیخوریم همه یه جوری شخصیه. ببین هیچ استادی نمیتونه اینا رو در واقع بیاد، ما این همه مثلا کسایی هستن که آموزش میدن، کسایی نیستن که مثلا بیان اینا رو مثلا شخصی پیدا بکنن که اینا رو مثلا ایراد من شخصا کجاست. نگاه الان 20 خورده نفر آدم، این نتایج همه متفاوته با اینکه همه در واقع توی فضا اومدیم با هم دیگه جلو. و این خود ژورنال به نظر من مهمترین چیزی که یک تریدر باید داشته باشه، و خود این بررسی ژورنال، یعنی فقط داشتنش مهم نیست، شما باید بررسی کنید ببینید کجای کار ایراد داشته، تکنیکال کجا ایراد داشته. خیلی وقتا این یه خورده نه که کارم میبره، باید هی بنویسی پیاده سازی کنیم عکس، خیلی وقتا تنبلی ممکنه سراغ آدم بیاد. خب و این دقیقا نقطه ایه که آدم افت میکنه، چون دیگه نمیدونی کجا اشتباه میکنه، دیگه نمیدونی خطا کجاست، هم خطای ریسک توش هست، حجمی که آدم میگیره، هم خطای تکنیکال توش هست، تمام اینا رو در واقع میتونیم میریزه بیرون. یعنی دیگه شفافتر از این کسی نمیتونه شخصی معاملات شخصی رو بیان بکنه. و بخاطر همین هر شخصی باید این ژورنال رو داشته باشه، روش خیلی هم متعصب باشه. یعنی این دقیقا از 100 تا استادی که هزاران دلار هم میره طرف پول میده، این بیشتر کمک میکنه تا بتونه طرف موفق بشه. 100% همینه. من میگم الان هر هفته هی داره بهتر، خدا رو شد بهتر، انشالله رو سفید اون بکنه هفته آینده. البته خب پشتگرمیمون به شماست، یعنی حالا تمام اینا رو مدیون شما هستیم، چون من تا زمانی که اگه 100 سال دیگه هم کار میکردم و نقطه های ضعفم رو یادداشت نمیکردم، شاید هیچ وقت نمیفهمیدم که کجا دارم، از کجا دارم میخورم، از کجا داره یه اتفاقات سرم میاد. ولی خب خدا رو شکر میگم هر سری اینا رو دیگه هی داره کمتر میشه. هنوزم باز خلاف روند دارم، یعنی تو همین ژورنالم خلاف روند رو دارم، ولی خب مثلا تو 40 تای قبلی نزدیک مثلا میگم 15 تا خلاف روند داشتم، الان تو این 40 خورده الان شاید 2 تا خلاف روند دارم، 3 تا خلاف روند دارم. و این خیلی برای من یعنی جالب میشه که آقا اینو دیگه اینا حتما بنویس اصلا به چسبون تر که پیش مونیم که دیگه این آقا این کارو نکن، یعنی واقعا این اشتباهو نکن. و اینو بازم مدیون شما هستم میگم، یعنی تمام این چیزا زحمات شما بود که ما رو عادت دادید. الان جوری عادت کردم که تو حساب ریلم هم باز با همین حجم دارم میزنم. من که اصلا حجم مثلا زیر 500 هم اصلا قبول نداشتم برای خودم و همیشه هم ضرر میشد بیشتر موقع، به خاطر که هیجانی آدم میشه، یعنی میدونید یعنی دقیقاً همین که اون اشتباه رو داشتم که خلاف جدول هر جای بازار میرسیدم میخواستم ترید کنم. و اینکه الان اینو دقیقاً با این دو هفته دیدم حساب داره رشد میکنه، خب من 6% تونستم توی دو هفته با تمام ضرر و سودش بتونم رشد کنه حسابم، اوکی اینو رو ریل هم همین کارو میشه کرد با همون 100. من میانگین 200مه، یعنی بخوام حساب بکنم چند تا 300م دارم، ولی میانگین 200مه، با 200م من تونستم 65 دلار تو دو هفته سود کنم. خب اوکی، پس این در دو ماه آینده قشنگ خیلی راحت میتونم خیلی بیشتر سود کنم، حجمم هم میتونم افزایش بدم وقتی با سرمایه‌ام چیز بره طبعا بیشتر بشه. خب این خیلی برای من شیرین بود واقعا، یعنی بال آوردم وقتی خودم آخر هفته این نتیجهشو تونستم درک. بازم ممنونم ازتون، بازم زنده باشی. زنده باشی. یه چیزی هم اضافه بکنم جالبه، اگه حجم رو بالا میبردی ممکنه اینقدر سود نمیبود، بخاطر اینکه احساسات هرچی حجم میره بالا تا از اون فضای آرامش که خارج میشه احساسات بیشتر درگیر میشه، بستن پوزیشن چه تو سود کمتر چه تو ضرر بیشتر احتمالش بالاتر میره. برای این وقتی خودمون توی اون یعنی به جای اینکه ما خیلی جالب اینو بگم، به جای اینکه نتایج رو خیلی معیار قرار بدن که با یه حجم کم چه نتیجه گرفته شده، با یه حجم زیاد چه نتیجه گرفته شده، انتظاراته که در واقع میشه گفت معیار قرار میگیره. من میخوام مثلا اینقدر سود بگیرم اینقدر، در صورتی که اگه ما به جای اینکه انتظاراتمون رو معیار قرار بدیم بیایم نتایج رو ببینیم، نتایج الان نشون میده دقیقاً چیزی که شما گفتید، با 100 200 شما تونستی 6% خیلی خوبه، این فوق العاده است، با یه حجم کم شما اینقدر سود بگیری و کافی همین رو بیای پیاده سازی بکنی با حجم زیاد، نتیجهشو بررسی کن ببینید مساوی میشه بیشتر میشه کمتر میشه، مطمئنم کمتر میشه بخاطر که بحث احساساتم درگیر میشه. اینا همه چیزایی که ما باید ببین، ما باید نتایج رو معیار قرار بدیم، چیزی که درون ماست اون معیار نیست.
و نکته جالبتر بهت بگم، همین مسئله که شما گفتی باعث در واقع ضرر یا خطا و اشتباه میشه، هیچ وقت این قابل حذف کردن کامل نیست، بخاطر که ما یه بخاطر دارای احساسات هستیم، یه جایی تصمیم باید بگیریم بخاطر این احساسات، ممکنه تصمیم بالاخره خطا باشه، چون داریم با آمار در واقع سر کار داریم، داریم بر اساس احتمالات کار میکنیم، در نهایت با توجه به تمام مواردی که داریم کار میکنیم. منظورم اینه که خطا، خود من هم خطا زیاد دارم، ولی اشتباهاتم از در واقع کاری که درست انجام میدم کمتره، به خاطر همین روند میتونه مثبت بشه. اگه این خطا هی بره بالاتر بره بالاتر، من هر چقدر تجربه داشته باشم بخوام بدون توجه به نتایج ژورنال عمل بکنم، بازم میشه روال گذشته و در واقع نتیجه معکوس میشه. برای من تجربه کمک میکنه، در صورت که شما این تجربه درس بگیرید و بتونید در واقع بازبینیش بکنید، بازیابیش کنید و در نهایت ازش یه آوتکام، یه نتیجه گیری داشته باشید که بتونید اون رو به کار ببرید. ممنونم از اشتراک گذاری تجربه. حالا یه چیزی دیگه فقط کوچولو بگم، این مهم میشه این بود که این حجم باعث شد من اطمینانم به استراتژی بیشتر بشه. چرا؟ چون که گذاشتم رشد کنه، ببینم به کجا میره، چی میشه، چقدر خطا میده، و خطاها رو هم دیدم، بابا اشکال از استراتژی نیست، اشکال از خود منه که تشخیصم اشتباه میده. و تمام استراتژی من الان همون جی تی اس پول بک، یعنی کاملا از جی تی اس پول بک این سری استفاده کردم، چون رو وینینگ ریت های سری قبلی جی تی اس پول بک بیشتر این وینینگ ریت برام داشته دیگه، من تکیه کردم به همون. و یه امین رحیمی هم خیلی کمکم کرد، بازم ازش ممنونم. این الان واقعا تو دو هفته گذشته، سه هفته گذشته خیلی بهم کمک کرد که نقطه ورود بهتری داشته باشم. واقعا بازم ممنونم هم از شما هم از همه دوستان، بازم ممنونم ازت، سپاسگزارم. زنده باشی. زنده باشی، واسه افتخاره. زنده باشی. سوال بپرسم؟ ببخشید جانم، خیلی کوتاه جسدان استاد، شما این ژورنال رو به صورت هفتگی پر میکنین یا روزانه باید پرش کنین؟ هر روز بعد از اینکه شما یه پوزیشن رو میگیری تموم میشه لیستش رو پر کن، نظر پایل آب بشه، وقتی پایل آب میشه یعنی جمع میشه رو هم، خیلی دیگه سخت میشه در واقع، اون وقت تنبلی میاد سراغت، بعد اون وقت پیاده کردنش خیلی سخت‌تر میشه. میگم ترجیحاً اگه این کار بکنه عادت میشه، ولی اگه مثلا بذاریم هفتگی پر کنی اصلا یادتون میره من این پوزیشن رو کجا گرفته بودم، چی شد، اصلا عکسش چی شد، چرا من اینجا گرفتم. یعنی روزانه بعد باعث میشه هم پوزیشن که میگیری باعث میشه شما اصلا توی سینک باشی با بازار، با کاری که خودت میکنی، و ایرادا رو همون لحظه بفهمی تا اینکه بخوای هفته بگذره، مثلا بعد از هفته بشینی بررسی کنی. میشه هفتگی هم بررسی کرد کل پوزیشن ها رو که ببینیم که ایراد کجاست، ایرادا رو پیدا بکنیم، ولی روزانه پر کنیم هم لحظه پر بکنیم، اصلا خطاهام کاملا هی میخوره تو صورتمون. اینجوری باید بگم، من میگم من چرا اینجا اشتباه کردم، چرا مثلا این دفعه بعد این اشتباه نمیکنم، ولی اگه یه هفته بگذره اصلا فراموش میکنم، یادم میره. مثلا مطمئنم خیلی شما براتون پیش اومده که یا ببینیم مثلا این پوزیشن برای چی گرفتم، مثلا اشتباه. دقیقا. مرسی استاد، ممنونم، ببخشید. دندوشی مسلم جان بیا بالا ببینم. سلام عرض ادب استاد. سوالم داشتی شما، من در خدمتم. سوال خاصی نداشتم حقیقتش. من خب به سبکی که قبلا ترید کردم هم گفته بودین این هفته مجازیم که ترید کنیم، البته با دیدی نتایج فرق میکرد، یادت میگفتی چقدر ساده است، دیدی نتایج فرق میکنه و گاهی بله متاسفانه ارزم به خدمت شما که نه واقعیت من... تاسف نداره محسن جان، یه موقعی آدم روی رواله، یه موقعی نیست، این اصلا مایه دقیقاً همیشگی هم هست، یعنی شما گریزی ازش نداری. خدا من همینطور، یه ما خیلی خوب سود میگیرم، یه ما یه افتضاح میشه، حالا اشتباه. ولی چیزی که از استاد مثلا این مدیری از سرمایه که رعایت میشه، این قابل برگشت میشه، اگر هم ضرر بکنی قابل جبرانه. احسن، مثلا اینه داخلش. فقط تنها مشکلی که دارم با استفاده از اون ژورنالی که نوشتم، چیزی که نظرم رو جلب کرد اینه که ریسک فری آمنه، اگر دقت کنین من رنگش رو عوض کردم توی ژورنالی که فرستادم، فوق‌العاده اکثر تحلیلام تی پی یک دیده و برگشته. خب وقتی تی پی یک میشه من ریسک فری میکردم، بعد که تی پی یک میزن و برمیگرده ریسک فری ما میزنه. فکر میکنم که به این نتیجه رسیدم با بررسی کردن و حساب کردن اینا، به این نتیجه رسیدم اگر ریسک فری نکنم ممکنه تیپی دومو بگیرم، و حالا اونایی هم که برمیگرده نهایت استاپ میخوره، فکر کنم درصد اونایی که تیپی میزنه بیشتره تا اونی که استاپ میخوره.
این تکنیک رو من 10 سال پیش تو ویدیوی 28 گذاشتم اگه خاطرت باشه، یعنی زمانی این حالت به ما خواهم درگیره. نه نمیگم که خدا نکرد چیزه، من منظورم اینه که میخوام بگم که این تکنیک رو به این شکل خود من پیاده سازی کردم، اون زمان بهش رسیدم که نصف پوزیشن رو خارج بشیم خب و تیپی و استاف رو دست نزنیم، نوسانه نمیتونه ما رو بندازه از بازار بیرون. دقیقا. یا اگر هم استاف هم بخوریم چون ما نصفش رو خارج شدیم اینجا ضرری نمیکنیم. برای همین اگر مثلا یه زمانی شما حجم بالاتر از 100 به کار بردین، امکان رو داری که یه همچین کاری بکنی. یعنی وقتی سود حقیقتش من تو حساب ریلم همین کارا میکنم. حالا به توصیه جام ساله پور گفتن آقا تی پی یک نصف پوزیشنتو سیو کن، تو حساب ریلم همین کارا میکنم و خب بعد بقیه‌اش هم میاد ریسک فری میزنه. ولی از این به بعد تصمیمی که گرفتم اینه که نصف پوزیشنمو تی پی یک سیو کنم، نصف پوزیشن ها ریسک بری نکنم، نهایت برگرده بیاد استاپ بزنه. از نظر روانی خیلی کمک میکنه وقتی که تی پی یک شما نصفشو خارج میشه، یه پوزیشن داری که ریسکش صفره، واقعا بله. صفره و ریواردش ممکنه مثلا 1 یا 2 و این کمکم به همون میکنه که اگر دیدی که اومد تو بریکی به و داره برمیگرده، شما میتونی 2 مرتبه پوزیشنه داره اون حجمه که سیف کردی یا اضافه کنی بهش. آفرین. از این لحاظم چون برمیگرده تو پول وکه 2 و داره برمیگرده بره مسیر را بره و این باعث این میشه که شما میتونی 2 مرتبه اضافه کنی حجمه تا اگر که بخواد برگرده. و تجربه خیلی خوبی منتهی لهش توی این حسابم به خاطر اینکه نمیخواستم که استاپ و تی پی هم خورد بشه، یعنی من استاپم همه 10 دلاری اگر دقت کنین و ریسک فری هم خب زیر 1 دلاره، از 0 تا زیر 1 دلار. نمیخواستم تی پی ها نصف نمیکردم، مثلا پوزیشن ها نصف نمیکردم، ولی تو استاپ ریلم این کار انجام میدم و اون طرف ضرر ده نبودم، ولی اینجا به خاطر اینکه این کار نکردم ضرر ده شدم. بعد یه سری از پوزیشن ها هم اگر دقت کنین یه لینک دوم براش گذاشتم، یعنی یه دونه عکس زمانی که مثلا ریسک فری خورده یا استاپ خورده، یه دونه هم از آینده یه بازار گذاشتم که نشون میده خیلی از پوزیشن ها میاد مثلا همون استاپ ها میزنه و برمیگرده، که باز اونم حقیقتش حالا کاری که میکنم توی حساب ریلم ریسکم رو 0.5% میگیرم و تا 1% تلورانس بهش میدم، یعنی اگر ببینم که مثلا در حد یه شدوه مثلا ریسک میکنمش 1%، ولی اینجا به خاطر اینکه 1% بود و نمیتونستم عددش رو عوض کنم میومد استاپا میزد و برمیگشت. این محدودیت هم داشتم اینجا که رعایت کردم. حالا ظاهر و باطن دیگه چیزی که هست همینه. خب من فکر کنم که توی تکنیکال یه مقداری توی دوره بعدی با هم کار کنیم قضیه حل بشه انشاءالله با امید خدا. یه استراحت کوچیک داشته باشیم، موافقیم بعد تو بچه های دیگر رو چیز کنیم خسته نشیم، یا آهنگ گوش بدیم که چاخن یه دوباره بیاریم؟ عالی یه خوب پوچه سرم می شد مخه دیگه جواب نمیداد. این سری بکنم یه مداری به این شکل برجور بله خیلی استاد قبل از اینکه تموم بشه میخواستم بازم تشکر کنم از این ژورنالی که در اختیار ما گذاشتین و این سبکی که آموزش دادین. ژورنال معجزه میکنه برای هر تریدری. اصلا میگم من فقط ژورنال بود که یه جوری نجات هم داد سالهای پیش از ضرر دهی، تازه فهمیدم واقعا معجزه میکنه ژورنال. یعنی برای تک تک پوزیشن ها باید همون لحظه که استاپ یا تی پی یا هر کاری میکنی بنویسی. من اگر دقت کنین همه را همون لحظه اول میرم ژورنالمو مینویسم، بعد برمیگردم میام یه پوزیشن دیگه میگیرم، یعنی دستی ببندم انتقال است الو تی پی 2 تی پی 4 نمیدونم. من یه پوزیشن دیگه داشتم الان هست ریوارد 5 گذاشته بودم براش تا ریوارد 4م برگشت، ولی به خاطر اینکه اسلمو گذاشته بودم ریوارد 2 برگشت و ریوارد 2 بس اونم هست مشخصه، ولی همش باید ثبت بشه، یعنی در لحظه باید ثبت بشه. این خیلی مهمه برای بچه‌ها.
ببینید من تا اون چیزایی که دیدین کالومایوم مواردی که بهش اضافه کردم در واقع به مرور پیش اومد، مثلا خطاهایی که میکردن، نتایجی که میگرفتن، عکسی که قرار میدادم، ریسک به ریوارد. شما میتونین هی اینا تازه بهینش هم بکنین، مثلا موارد دیگه که به ذهن خودتون میرسه یه سوتور دیگه اونا رو اضافه کنین. من اینجا مثلا به قول شما حرف قشنگ زدیم، مثلا من اگه ریسک فری بکنم یا مثلا نصفش خارج بشم، این نتیجه گرفتم بهتر شد، چون میتونیم قبلش قضاوت کنیم، نمیدونیم نتیجه چیه، وقتی بیایم جورنال میتونیم نتیجه واقعی ببینیم. و اگر ریسک فری نمی کردم این نتیجه میشه، اگر حالا که ریسک فری کردم یا مثلا حالا که نصفش خارج شدم نتیجه این شده. پس وقتی میبینم که اعداد دارم به من یه چیز دیگه میگن، خب چیز بهتر رو انتخاب میکنم، سمت اون میرم، اون رو انجام میدم. دقیقا ببین جورنال به ما میگه که کجا خطا داریم، خطا رو میتونیم حذف کنیم و کجا کار درست بر اساس نتیجه رو میتونیم ببینیم عیناً و اونا رو در واقع پیاده سازی بکنیم. این خیلی خوبه. بله ممنونم. زنده باشید. مرسی. مرسی از وقتی که به من دادین استاد. تشکر. اختیار دارین. یه آهنگ با هم گوش بدیم و یکی دو دقیقه دوباره بیایم از این آهنگ. استاد بندری بذاریم. میخوای برقصی؟ خب به محسن جان شما که صحبت شد و بریم سراغ دوست بعدی. داد مهر عزیز، من در خدمت شما هستم. سلام، وقتتون بخیر استاد. وقت شما هم بخیر. خسته نباشیم شما دوستان عزیز. خسته باشیم استاد. من یکی این که یه وسواس پیدا کردم روی عددا برای استاپ و تیپی که حتما بگم یا نه نه بگو، چون منفی 13 یه درصد ضرر شد کل این دو هفته، تعداد پوزیشنات داره زیاد. درست، من میام آره چند تا سعی کردم که هم خطا رو کم بکنم، چون اول خطام زیاد بود این هفته، فکر کنم فقط یه دونه خطا دارم. یکی هم این که تعداد رو به حد نصاب برسونم، چون قبلا روی این هم مشکل داشتم. ولی یه وسواس که پیدا کنم رو عدده، که مثلا استاپ من حتما بین 10 تا 11 دلار باشه، نشه مثلا 8 دلار یا 9 دلار. تی پی مگر قراره مثلا 1-1 باشه، حتما 10 باشه، نشه مثلا 9 خورده. 20 قراره باشه مثلا 19.5 نشه. بذار من یه چیزی اینجا بگم داد مهر جان. ببین بیشتر هدف توی این دوره این بود که یه قید ذهنی برای شما ایجاد بشه، همینطور که خانم گلنار گفت برای رعایت کردن ریسک. خب توی دنیای واقعی یه مقداری میشه، تو ترید واقعی یه مقداری میشه فلکسیبل تر بود، میشه مثلا لازم نیست که اینقدر مثلا دقیق عمل بکنی، فقط یاد گرفتن نظم با یه چارچوب ذهنی محکم که ما این چارچوب برامون بمونه. حالا یه مقداری پامون ازش بیرون هم بذاریم مشکل نیست، دوباره برمیگردیم تو این چارچوب که نریم یهو مثلا ریسک آنچنانی یا استاپ آنچنانی در واقع چیز کنیم، انتخاب کنیم که تبدیل به ضرر بشه. اینا حالا تو قسمت تکنیکال با هم بیشتر کار میکنیم که این انتاف پذیریه رو اونجا در واقع با هم کار می‌کنیم. یه جایی مثلا ممکنه اصلا فرض مثلا 1% بشه 1.5% فرضاً استاپ بشه، یه مقداری مثلا از ضرر جلوگیری کرد، ولی بازم اونم یه محدوده خیلی جزئی داره، زیادتر نیست از یه حدی که مثلا انتظارش باشیم. این وسواس به ضررت کار میکنه به نظر من، اگر بخوای خیلی انتخاب پذیر نداشته باشی. آره خب مثلا چند تا از پوزیشن که داشتم که بس تیپی به خصوص مثلا گذاشته بودم حتما 20 باشه، نشه 21 بشه 19 بشه، بعد میومد تا دم تیپی که گذاشته بودم برمی‌داشت سر همون مثلا اینکه حتما باید خود عدد باشه. اوکی نه ببین، چون بازار که عدد نمیشناسه، بازار حمایت و مقاومت میشناسه دیگه، اون حمایت و مقاومت مهمتر از عدد است. درست، میگم من خواستم یعنی اون سیستم رو خیلی دقیق پیاده سازیش بکنم، مثلا یه وسواسی پیدا کردم که باعث شد این اتفاق بیفته. بعد هفته اولم من از نظر اعصاب و روان خیلی مشکل داشتم و خیلی بعد پوزیشن گرفتم، حتی کلا از پنجشنبه سیستم روشن نکردم، یعنی غیر همه سو زده بود اصلا پای سیستم نبودم،
هفت و اصلا رفتم تو مرحله دوم همون مدیریت سرمایه پیفیه با نیم درصد یه سری پوزیشن هم گرفتم چون منفی شده بودم و خب خودش جبران شد یه تیکه هم مثبت شدم اومدم تقریبا $10-15 بالا با ریسک نصف روز آره برگردوندم یه دونه از پوزیشن هم البته از هفته قبلش بود با ریسک 1% بود ولی دو سه تا دیگه ای که اومدم توی نیم درصد گفتم جبران شد و رسیدم باز مرحله همون 1%. نکتهش جالبه میبینید چیه همه فکر میکنن که مثلا با حجم بالاتر سود بیشتری میشه من اینجوری به نظر منطقی میاد ولی نگاه کن همین الان شما این ثابت کرد با ریسک کمتر تونست جبران کنی چیزی که با ریسک بیشتر ضرر شده بود. دقیقا میام یه دونه پوزیشن داشتم از قبل بود که روی 1% بود چون هنوز چیز نشده بود ولی بقیه که ما توی نیم درصد خودم همشون هم تیپی شدن یعنی هیچ کدوم اگه درست یادم باشه منفی نشد. خیلی جالب من جبران شد اومدم بالا حتی از $1,000 اومدم بالای $10-15 کنم مثبت شدم ولی بعدش دوباره این هفته دو روز آخر یه دو تا اشتباه انجام دادم باعث شد که دوباره منفی بشم. ببین دوات مرجان من فکر میکنم شما خیلی احساساتی هستیم مشخصه از نوع کردن آره من شاید ظاهر نشون داده ولی یه مقداری تجربه بیشتر برای کمرنگ تر کردن احساسات خوبه من فکر کنم تجربه داریم ولی فکر میکنم که من خودم همینطوری هم من آدم احساساتی هستم ولی تو ترید سعی کردم که اینو دخالتش ندم چون خیلی به ضررم تموم شده تا حالا و من اخیل نظرها شاید جای دیگه من رو بشنسیم ولی اینجا سعی کردم واقعا حالت روبوتیک باشه و همه با تجربه تمرین به دست میاد یعنی چیزی که اکتسابیه چیزی نیستش که تو وجود آدمی باشه یعنی برای خب ما انسان از احساسات و عواطف مختلف تو وجودش هست دیگه ولی تو ترید کردن این باید یه مقداری تقریبا همش برن کنار باید یه سیستم روبوتیک ماشینی بیاد بسن این رو بیشتر روش کار بکنیم به نظرم چون فکر نمی‌کنم از نظر تکنیکال اینا مشکل داشته باشین چون حسابی که تو ضرر رفته رو برگردوندن دوباره به حالت اول من برسه کمتر فوق العاده سخته شما اینو تونست انجام بدید برای این دقیقاً داره نشون میده که واسه احساسات داره برای شما در واقع یه جوری نقش اصلی جوری ایفا میکنه اونو بتونی کم رنگش کنی به نظرم مشکل خاصی نداری نظر من. یعنی من اصلا هفته اول اصلا دو روز کلا سیستمو گذاشتم که مشو خیلی دیگه به هم ریخته بودم. کلا اصلا روشن نمیاد ولی خب پاداشوت میون رفتم جبران شد و میام واقعا جالبه که من تو حساب ریال الان دارم بهتر عمل میکنم به نسبت این حساب دمو. مهم نیست. مهم همونه. مهم عملکرد تو حساب ریاله. اگر اینا که دمو اهمیتی نداره. اینجا یه استرسی هم داریم سر بحث همین تعداد پوزیشن ها که به همین حساب برسه خطا نداشته باشه. و تعداد چارت بیشتری رو بازی رو نظر بگیریم این باعث شده نداری حالا قرار 10 نفر حذف بشن این سری دیگه یا بلخص نگی دوست شد مقربمون ضعیفه صدا در اومد وارد نشه آقای گلشایان ما به خاطر شما میگیم جلسه قبلی گفتیم حذفی نداریم دیگه استاد من اون بر خونه بودم استاد من رفته بودم این چیزی بردارم از تو اتاقم اون بر خونه بودم این حرف رو زدید اصلا پریدم اصلا اومدم این توکل بخواد بریم جلو ببینیم چی میشه مورد دیگه هست داد مجا سلام باشین استاد اون نفته هم برگشت نفته کدوم نفته چارت نفت که فرستاده بودن شما گفتین هانت شده آها خب آره اون چون میگم من طبقه حالا این برنت بوده نفت سفید نبوده برنتی هایی نبود آها خب فرق دارم با هم چهارتشون برگشت یعنی توی سود رفتی؟ آره برگشت توی سود آها اوکی چون نفت رو من دیدم که تقریبا سودی بود حالا اون لحظه اون نقطه برنت رو من ترید کرده بودم آها اوکی برنتی هایی یه مقدار چهارت و عددش فرق داره با برنت اوکی فیوچرز بود آره ولی خب نمیدونم اینش مثلا نمیدونم واقعی منظور میشه اوکی باشه نه تو بروکر ها مثلا فیوچر زده مثلا December 1 نمیدونم November 1 یه مقدر اون رو چارت دقت نکردم حقیقتش به این موضوع ولی خب میگم چون من روم الگویی که زده بودم خب واقعا باید میومد پایین بعد تو منفیش هم گفتم صبر میکنم دیگه حالا یه ریسکی بود که حالا خدا شکر برگشت و درست شد حالا گفتی بذار ببینم مثلا شما بعدش دیگه چک نکردم آره تا همون 86 رفت و برگشت آره یه سقف داشت یادم بالا سرش
آره سخی که از سال فکر کنم 2018-86 رو رد نکرده. آره غیر از اون من یه تکنیکالی هم داشتم ازش، ببینم پیداش میکنم. آکه بذار. چرا میگن فیوچرز، چرا میگن معاملات آتی؟ میگم بهت یه دقیقه بذار اینو بیام. خب ببین من این چارت رو دیدم که دقیقا هم هانتینگه، این دونه الان مشخصه چیزش یا نه؟ هنوز نمیده، الان فکر کنم باید ببینیم. شارژ اینو بزنیم. بله استاد داره میده، بله استاد الان الگوی بات داره میزنه استاد. آره بازم در بدوتی های این کروده چون برند تو چیز کردی، این کروده، کروده نفت امریکاست. بله نفت، نفت انگلستان. بله من برند اوکی کانالش که میبینی که کانال سعودیه، ولی این اون چیزی که من نشونم فکر چون گفتی نفت من اینجا رو دیدم. ببین این یه هانتینگ، نگاه کن اینجا، اینجا و اینجا میبینی این سطحه. خب بله. کسی که اینجا میخرن خب میاد استپاشونو میزنه دوباره رفته بالا، دوباره باید این محدوده و دوباره مثلا سمت بالا حرکت کرده. خب حالا برنت رو چک نکرم واقعا، چون من نفت برنت کار نمی کنم، فرقی هم نداره به اون صورت، چارتشون شبیه هم دیگه، عددشون مثلا یه ذره فرق داره، عددشون فرق داره بخونه با چارتشون هم یه کوچولو مثلا تمام شبیه و یه کوچولو تغییر داره. ببین اینجا وارد شده بوده چجور خارج شدی؟ من متوجه نشدم. اینم برنت دیگه، الان سی اف تام برنت ساعتش هم تقریبا یکیه. ببین این ساعتش هنوز برای من نیومده البته. آه اوکی اوکی الان اون ساعت زمین چارتی که کشیده بودین اومده بود در واقع هانت کرده بود. ما میتونیم دوباره حالا اگه استاپمون مثلا خورده شد، مثلا یه پوزیشن گرفته بودیم و استاپمون اومد زند و هانت شد و اینو متوجه شدیم، دوباره میتونیم در همون جهتی که پوزیشن گرفته بودیم اجازه داریم پوزیشن بگیریم یا نه نباید این کارو بکنیم؟ کسی جلوتون رو نگرفته. اصلا من یه دوستی دارم پویا میشناستش، ایشون فقط کارشون چیزه شکار کردن هانتراست، فقط اینجا وارد میشن با یه ریسپری بورد فول و اعتماد. دقیقا نفت هم همینجا گرفت، دقیقا نفت رو اینجا گرفتن. بعد چجوری دقیقا حدس میزنی؟ یعنی میام فقط سیستم داره دیگه. از اون ویدیویی که من داده بودم سر قضیه حساب هانترا که جی تی اس جی اس ایشون دقیقا همون رو رفته برای خودش تبدیل کرده به یه استراتژی و فوق العاده هم موقعیت کمبریس که تو چارتر مختلف میگرده پیدا میکنه، فقط هانتینگ ها رو تشخیص میدن. خودش سیستم داره، من نمیدونم خیلی نمیدونم، ولی خوبم پویا میدونه، خوبم کار میکنه، بچه فوق العاده. مرسی مرسی ممنونم، خواهش میکنم. خب من نفهمیدم چی جوری الان دینا خارج شدی شما اینجا گرفتید؟ شادوی اول، شادوی اول هست. خب برای همینجا من اینجا خارج شدی؟ نه دیگه یه مقداری وارد سود شدی، من با تقریبا رو همون خط قرمز که کشیدی تقریبا فعال شده بود. خب این سل الان اینجا فعال شه بعد که میره تو زر استاپینا نذاشتی؟ خب آره نه استاپ اول گذاشته بودم، بعد دیدم احتمال برگشتش هست، میام ریسک کردم در واقع، دیدم احتمال برگشتش هست. آره اومد اینجا خیلی های ریسک اینجا. ببین اصلا نگاه کنین سایه اصلا دیگه به عنوان تی پی حساب نمیشه، یعنی هیچ عملا یه جورایی کار فوق العاده های ریسک. اگه مثلا سطح مشخص بکنی اجازه، مثلا اگه سل میخوای بگیری بذار مثلا میگم تو تکنیکالمون بار کار میکنی بیاد مثلا این سطح رو بشکنه بیاد بعد بیاد اینجا، خیلی ریسکش کمتره، حالت پول بک میشه تا اینکه مثلا شما توی روند سودی اینجا سل بگیری. همون قضیه که خانم گلنار گفت برمیگرده مثلا پس کجا اینجا سل بگیری، این قسمت که نمیتونی تشخیص بدی، مثلا کسی که پات سل بگیره میاد اینجا سل میگیره و بعد میره تو ضرر، بعد یه ذره میاد تو سود میخوام رفتم تو سود تا بخواد تکون بخوره دیو دیده و رفت بالا خلاف روند. اینا این اتفاق برام افتاد دیگه، میام رو شبه دوم اومد تو سود گفتم خب دیگه برگشت، باز دوباره برگشت بالا، گفتم نه من اینو بدش نمیکنم، یه حالت عجیبی بهش داشتم که منو باید برش کرد. میگم که به احساسی ببین اصلا لازم نیست که بجنگیم با قیمت، نیاز نیست. شما مثلا بایم زده بودید چون جهت روند سعودیه دیگه، یه بایم که زده بودی یه جایی بالاخره مثلا قبلش زده بود.
آره ریسکش خیلی کمتره تا مثلا بخوایم با من میدونین انقدر باعث ضرر من شده تو این سالها همین قضیه جنگیدن با قیمت و مثلا الغای این که من باید تحلیل خودم درست از آب در بیاد، نه نمیشه، بعد این قیمت روش که من فکر کنم باید پیش بره و دیدم هیچ ادوانتیجی هیچ مزیتی تو این نیست، بهتره که من خیلی مطیع باشم، خیلی حرف بازار رو گوش بدم، هرچی که اون میگه رو انجام بدم تا اینکه بخوام خودم مثلا تصمیم بگیرم. برای تجربه میگم و نمیگم که خدا رو شکر میگه سودم گرفتیم اومدی بیرون، that's fine، ولی تو دراز مدت خیلی از نظر احساسی فشار میاره، همینجوری که خودت گفتی هفته اول خوب نبود و اینا، احتمالا یکی از دلایل شاید همین تو مارکت جنگیدن، قرارش میگم بجنگی، قرار با قیمت هم میتونی با قیمت دوست باشی بری تو جبهه قیمت، میتونی با کسایی دیگه که با قیمت دارن میجنگن تو جبهه اونا بری، ببین کدومش به صرف‌تره. مسلما یه علتی هم که داشت که باش موندم میون کلمتون ببخشید، چون یه پوزیشن دیگه داشتم تو سود بودم، برای همین گفتم خب اون توی سوده و ضرره این با سوده، اون فرما سر به سر شده بود، گفتم چیزی از دست نمیدم با این منفی که بیاد تا حالا همین سخت بزنه. اینم در واقع دخالت دادن دو تا پروژه تو هم دیگه است، اون سودش برای خودش باید بمونه، جای دیگه نباید ریسک بشه. که اینجوری باید بگم، ببین اینقدر موقعیت تو این بازار هست که ریسک کمی داره در جهت قیمت، که لزومی نداره آدم سودی هم که کرده تو ریسک قرار بده. من نگاه میکنم این که دلاری که مثلا باید میگم خیلی خوب عمل کردی، یعنی با ریسک کمتر خیلی خوب عمل کردی، ولی به نظر من فقط الان نکاتتو دارم میگم و من میگم نمیخوام خدا نکرده قضاوتی بکنم راجع به کار، ولی این تیکه ها رو اگه درست کنیم روندت فوق العاده تغییر میکنه، جهت روند رو اضافه بکنی با روند نجنگی، نخوای الغا بکنی یا نخوای به بازار تحمیل بکنی نظرت رو، نظر منه، به نظر من اصلا همین نکته شما کل سیستم معاملگری شما رو متحول میکنه. الان مثلا همین الان پوزیشن گرفته بودی اینجا، فرض کن مثلا بنده سه بارم اومده قیمت خورده بی محتوی باز رفته بالا، الان تو سود بود، آیا پوزیشن سله تو سود میموند؟ تو الان میبینی فرقش رو؟ بله. و نگاه کنی تکنیکالو تو همین نفت، ببین چقدر ساده به چیز داده سیگنال داده تو الان چند بار پول بک من چرا سل زدم؟ سل... من سل استاپ گذاشتم چون من دم این های آخری که زده بود قبل از این های کنون هست توی اون سه تا صفحه که بالاست، های اول که زده بود من دم برگشت پایین تا های قبلی، بعد نتونست های جدید به قول معروف تشکیل بده، گفتم خب پس این احتمالا میخواد برگره همون یک دو سه، و زیر اون قسمت دو من در واقع مدام سل استاپ گذاشتم، برای این اساس من وارد شده بودم. اتفاقا دقیقا پرریسک‌ترین نقطه رو گذاشتی سل استاپ، برای اینکه دقیقا روی پول بکه. خب من میگم که اگه صبر میکردی مثلا ببین سرشونه برای چی تشکیل میشه، مثلا این حالا نمیخوام اینجا خیلی راجع به تکنیکال صحبت بکنم، ولی نگاه کن مثلا این ممکنه بره اینجا و این نتونه بشکنه، اون وقت اینجوری میشه دوباره اینجا یه سطح دیگه اینجا میمید بالا. حتی اگر اینجا ریسک میکردی برای سل خیلی بهتر بود، حتی اگر میرفت بالا، چون شما حداقل یه الگو داری برای در واقع احتمال الگوی سرشونه رو اینجا داری برای ورود، و اینجا ولی وارد شدنش خیلی به نظرم هارد ریسک بود. حالا بگذاریم بلش کن، نتیجهش که فعلا خوب بوده، that's fine. زنده باشی. بریم سراغ دوستان دیگه. بعد بحث ژورنال هم من اصلا دقیقاً همون فکر که شما فهمیدین انجام بدم، یعنی دقیقاً روزانه من همون لحظه که پوزیشن بسته میشه همون موقع من همون موقع ژورنالمو چون وقت دارم نقاشی چاپ می‌کنم، من به اورنگش می‌کنم همون روز دقیقاً انجامش میدم، بعدش پاس می‌کنم که کجا بوده و چی بوده. خیلی خوبه بخاطر اینکه همش از لطف و زحمات شماست. نه اختیار دارید، بالاخره خود شما دارید انجام میدید، ولی دقیقاً اونجا دقیقاً به نظر من جورنال به شما خیلی کمک، به هممون خیلی کمک میکنه که این ایرادا رو دقیقاً توش پیدا بکنیم، یه وینینگ رد توش در اصلا خود یه وینینگ رد بشین از تو این پوزیشنایی که خلف روان هست در بیاد ببین. نه من میرم جورنال تو چک میکنم که ببینم که اون پوزیشنی که فرستادی چه جوری بوده، اون ضرر بوده کجا بوده، و خودت هم میبرزم میتونی ببین کمک به خود شماست. من فکر کنم این قضیه رو پیاده سازی بکنی، خلف رو حذف کنی، همونجوری که خانم گلنار گفت مثلا خیلی تحول بزرگی ایجاد میشه. خانم گلنار رو تا ضرر اشتباهی داشتم میون کردم براش،
من سه تا از پوزیشنامو 2% زدم، یعنی 2 مرحله‌ای زدم و شد 60 دلار که این باعث شد که من کلا منفی بشم. این باعث شد و یکیش بود که اشتباهی من واسه پوزیشن یکم 200 بود، می‌خواستم پوزیشن 2 رو بگیرم، باید 400 می‌گرفتم، اشتباهی 600 گرفتم. اوه. برای همین مجبور شدم استاپ کوچیکی بذارم که باعث شد اصلا کلا از یه دقیقاً تجربه است. دقیقاً اشتباه هم... توی حجم بود. اشتباه تو حجم، یعنی اشتباه روی حجم بدترین اشتباه ممکنه، برای اینکه خطا میده به در واقع اشتباهات، ضریب میده یه جورایی بازم میخوام. ضریب به اشتباهات، ضریب به 1 باشه میشه حلش کرد، ضریب به 10 و 20 باشه ببین چه خطا چی کار میتونه بکنه با حساب. و معمولا هم قابل، اگه خیلی بالاتر بود قابل جبران هم نبود اصلا. درست. وقتتون رو نمیگیرم. ممنونم. مرسی از لطفتون. استفاده میکنم از کلاس. زنده باشین. استاد معذرت خواهم. یه سوال کوچولو من داشتم از خدمتتون. بله مسلم جان. مسلم هستم. اجازه هست، اجازه میدین شما که این فایل ژورنال اکسل ما به مثلا دوستامون بدیم، این اجازه دارین؟ نه اختیار دارین. آره چرا که نه. ممنونم. تشکر. همین رو خواستم فقط اجازه شه بگیرم ازتون. مرسی. اختیار دارین؟ نه خواهش میکنم اختیار دارین. من سوال دیگه بپرسم ببخشید نظر. جانم. یه مشکل من داشتم برای بحث ریسک پری کردن. ما اصلا تی پی 1 به 1 داریم. ریسک پری باید بکنیم یا نکنیم؟ اصلا من مشکل داشتم توی سه پوزیشن. چرا میتونیم بکنیم؟ ببین خیلی بستگی داره که شما مثلا به تکنیکال خیلی بستگی داره. یه وقت مثلا ببینید شما درگیر نوسان میشه هی پوزیشن ها، یه وقت ببینید که نه استاپ انقدر مثلا بزرگه که نوسان دیگه درگیرش نمیتونه بکنه، پوزیشن رفته تو سود، فاصله کافی گرفته قیمت، اونجا مثلا میتونی ریسک فری کنی که حداقل با این مثلا اگر واقعا جهت برگشت، نه نوسان، جهت برگشت شما مثلا استاپ نخواهید نگه دارین تا جایی که میتونید. چرا میشه؟ میشه. آره میشه، نمیگم نمیشه، میشه. چون خود همین ممکنه خیلی وقتا مثلا نجات بده در پوزیشن رو از تو ضرر، از 1% حداقل ضرر. چون وقتی مثلا قیمت میره، یا مثلا یکی از دوستان که میگفت من مثلا 1 پیپ 2 پیپ بالاتر عدد، خود شما میگفتی عدد میذارم 20 دلار بعد حتما بشه میشه 19 دلار برمیگرده، خب حداقلش اینه که ضرر نمیشه. کتابی باش برخورد نکنیم ضرر نمیشه. بنابراین نهایت اینکه پوزیشن گرفته شده به تیپی نخورده ولی ضرر هم نکرده، من در واقع دوباره میریم پروژه بعدی. به این شکل میشه عمل کرد. امین رحمی عزیز درود استاد، صدای من دارید؟ ارادت. آره امین جان در خدمتم. قربان شما، چکرتونم. زنده باشید استاد. این حالا 2 هفته که حالا آشفتگی هم داشتیم و این کردم. ببخشید صدای من الان میاد؟ یه لحظه قطع شدی الان دارم صدای شما. آره من الان ضررم کردم 30 دلار، اما الان راضیم. چرا؟ چون که وقتی که رسید به 50 دلار ضرر و باید 0.5% ریسک می‌کردم، دیدم چقدر سخته، چقدر سخت میشه با 0.5% این 5% رو برگردوند. و من الان نتیجه گرفتم که اگر یه روز خواستم کار بکنم حالا با مدیر سرمایه، کلن از همون اولش 0.5% رو لحاظ کنم. میدونی دقیقا چرا من توی ویدیو آخر پروسکشن 0.5% گفتم؟ دقیقا به خاطر این نکته شما. یعنی وقتی که این ریسک ها کوچیک باشن قابل جبران هستن. خیلی هم طرف مثلا کامنت میشه آی من 0.5% دیگه خیلی کمه، اصلا ارزش نداره که روش کار کنی، ولی اینا نمیدونن که در واقع این چه کاری شده. میدونی اگر ضریب بخوره ریسک های ما، خطاهای ما، یهو تبدیل میشه به یه ضرر کلان که قابل جبران نیست. همین هست که دقیقا شما گفتی. آره اونا هنوز تو 5% ضرر نرفتن، هنوز سالتی بخوام ریسکشون رو نیست بود. خیلیشون هم رفتن. ببین اتفاقا نکته جالبش اینجا، خیلی میان تو 5% 10% ضرر و از اون بر میان ریسکشون رو میبرن بالاتر، به خطا در واقع یه جوری ضریب میدن، تبدیل میشه به 30% 40%. اصلا تمام داستان همینه، تمام داستان کنترل ریسکه. کسی که مثلا اصلا شما میتونی بفهمی یه آدم حرفه‌ای چجوری حرفه‌ایه، کافیه در مورد حجم باهاش صحبت بکنی. الان شما داری در واقع به چیزی رسیدی که شما رو وارد فضای حرفه‌ای کرده. شما نه یه نفر بیاد بگه که آ من مثلا نمیخوام حجم کم کنم، یا مثلا 0.5% خیلی کمه، شما از همین میتونی بفهمی این اصلا حرفه‌ای نیست، اصلا تریدر نیست، یا انتظار خیلی زیاد از بازار داره و شاید منم داره سود میگیره، نمیخوام قضاوت کنم، شاید منم داره سود میگیره، ولی نهایتش معلومه به کجا ختم میشه. سود که بالاخره هممون میگیریم، کسی نیست که حتی مبتدی ترین آدم، من دخترم آوردم موقع دبی بودیم 6 سال پیش فکر کنم، 12 سالش بیشتر نم، گفتم بشین ترید کن،
گفت چیکار کنم؟ گفتم آره این یه لات اینجوری میشه، دو لات اینجوری. ببخشید الان کلامت غلطم کردم. ظرف یه روز $3,000 سود گرفت رو طلا. اصلا هیچی از بازار نمیدونه، صفر هیچی. یعنی فرق بهش گفتم این طلا اگه رفت پایین باید سل بزنه، اگه رفت بالا باید بزنه. اینم حجمش هم میتونه انتخاب کنه از یه دهم. گفت یه دهم که خیلی کمه. گفتم هر چقدر دوست داری؟ گفت یک دوست دارم. گفتم باشه یک بزن، یه لات رو طلا. بعد گفتم که بزن، زد سل هم زد. گفت داره میره پایین، بزن سل، بزن سل، زد دوباره سل، زد $3,000 سود کرد. خب اینا نمیفروشن چی؟ نمیفروشن سیگنال. نه منظورم اینه که ببین، اگرم ما بالاخره یه رو سود میکنیم یه رو ضرر میکنیم، امکان نداره یه آدم حرفه‌ای ضرر نکنه، امکان نداره یه آدمی که همین امروز اومده تو بازارم سود نکنه. یعنی چیزی امکان مطابق. ببین مسئله چیه؟ مسئله لانگ ران، دراز مدت سودده بودنه. مسئله این کنترل ریسکه. کسی که میخواد دراز مدت سودده باشه باید بلد باشه ریسک رو چجوری کنترل بکنه. اون دیگه نمیتونه یه، ببین اگه قرار باشه آره یه $3,000 سود بگیره بازار بریم خداحافظ شما تموم شد دیگه، اصلا تریدر لازم نداره. ولی کسی که سود میگیره چی میشه؟ این میگه آه این بازار جایی که من الان میتونم میلیاردها تومان میلیونها تومان پول از توش در بیارم تموم شد، میچسبه $3,000 میشه $2,000 منفی، $1,000 منفی، کال تموم شد. من حساب یک دوست، یه دوستی رو نشون بدم بهتون اگر نمیدونم حالا حسابش در حساب هست کار ندارم. این توی یه ماه گذشته حساب $80,000 رو کرد $160,000. خب همش هم بدون استاپ و با حجم مارتینگل رو هی اضافه میکرد و و و و حسابش الان شده در واقع $60,000. یعنی $100,000 تو هفته، دو هفته گذشته تا الان داد رفت. قبلش باش صحبت میکردی دماغ اینجا بود، اصلا نمیشد باش حرف بزنی، اصلا دیگه استاد بودن ایشون. حالا کافی بود ایشون تو همون موقع چهار تا آدم دنبالش چیز باشن تو شبکه اجتماعی نشون بده، خیلی عاشقان و طرفداران و نمیدونم کسایی که پکیج میخرن و اینا دنبالشون راه افتاده بودن. ولی الان اگه ضرر کرده هیچ کس به جز خودش من نمیدونیم و ایشون در بود آغون شده. حالا دنبال اینه که توی چیز بیاد مثلا از اون استیتمنت هایی که سود ازش گرفته بیاد ملت رو پکیج به چاپایشون توی چیز کلگری هم هستن ایشون تو کانادا. من بهش میگم چرا این کارو میکنیم؟ میگم ما ضرر رو جبران کنم دیگه. میگم ضرر تو با ضرر به زدن به مردم، تو اگه خودت برات دوست سود بگیری آیا این کارو باید میکردی؟ من موقع بهت گفتم این کارو نکن، ایشون گوش نمیکنه و الان دوره را انداختن 8 میلیون 7 میلیون تومان توی اینستاگرام که ما بیاین مثلا من بعد بنزشم یا بنزم خرید. اینجا تو کانادا خیلی راحت میشه ماشین خرید، خیلی راحت یه کریدیت داشته باشین. دوستانی که کانادا هستن میدونن میتونیم بریم ماشین رو بردارین. یه بنز از خودش عکس هم گرفته تو اینستاگرام گذاشته که من حالا من ببینید من تریدر پول در آوردم و کامنت ها رو میخونم واقعا حالم گرفته میشه. این آدم هایی که رویا میخرن و دنبالی همچنان رو میفتن. ولی اگه کار کار ندارم بحث خارج نشیم، کل داستان معامله گری برای دراز مدت کنترل ریسکه. کسی که حرفه‌ای باشه میدونه چی کنترل ریسک کنه، وگرنه بقیه مبتدیان. چون این بازار فقط یه بای سل داره، شما اگه شریاخت هم بندازیم بره بالا بای داشته باشی سود میکنی، میتونی اون رو بکنی تو چش مردم ازشون پول بگیری، میتونی فکر کنی اعتماد به نفست رفته برو همیشه کار درسته تونستی سود از بازار بگیری و نتیجهش میشه چی؟ ما وقتی اعتماد به نفس زیاد تو بازار داشته باشیم بعضی مدت بازار حالمون رو جا میاره. چون برای آدمایی که دراز مدت قرار توی بازار بمونن باید ریسک رو بلد باشن کنترل کنن، وگرنه همه موقت و اینجوری هم بهتون میگم تقریبا اکثر موقتیه. موقتی که چه ارز کنم تو ترید موقتی هم، ولی تو فروش رویا دائمی هم خیلی هم. بگو همینجا خودان شما هستد حرفاتون عالی بود و وحشتناکتر از اینه که دیگه باشه ضرر بشه 10% و مدیر سرمایه بود که حجم دیگه باید کمترین دیگه اون نمیرسه به 10%. ترس واقعا وحشتناکی اگر از هم اولش ما بخوایم در 1% ریسک بکنیم. نظر من تا حتی 2% بخوایم سود بکنیم هم همون کف کف رو در نواز کنیم، که حداقل 2% سود کنیم بعد بریم 1%. درسته. و در مورد پوزیشن ها من مشکلی داشتم هفته اول، من دیمی ورود کردم
اومدم یه چهار تا باز کردم تا تایم یک روزه. خب اینجا رسیده به یه ساعت نیست داره میگرد، کمی درگیری ذهنی داشتم و حالا نتیجه این شد. هفته دوم باز بهتر شد و تحلیل میکردم و استاد مشکلی دارم که تحلیلم خیلی خوبه، تحلیل میکنم قیمت هم میخوره بهش برمیگرده واکنششون میده و تحلیل دراز مدت از مانسلی میام تا حتی 15 دقیقه، یعنی مانسلی رو من تحلیل میکنم تو 15 دقیقه میتونم ورود کنم همون لحظه‌ای که تحلیل کردم یا برسه به یه ساعت. اما اون چیزی که باید تو دراز مدت 4 ساعت مثلا 1 ساعت ورود کنم و دیگه بعدا این صدات رفت همینجا صدات رفت صدام الان میاد؟ الان میاد داره. گفتی اون چیزی که تو 4 ساعت یه ساعت ورود میکنم میخوام ورود بکنم، آره اونو که میخوام ورود بکنم بعد نیستم که ورودش بکنم یا کلن یه جورایی جوری حلش بکنم. اوکی صدات بازم قطع و وصل میشه ولی تقریبا فهمیدم از روی چه تو اصلا تکنیکال با هم دیگه اینا رو کار میکنیم با امید خدا. بابا صاحب من توی هفته توی این هفته من اسکلپم زیاد کار میکنم روی حساب ریه روزانه میانگین 50 روزانه که نه 4 ساعت صد نگیرم ببخشید استاد این قطع میشه الان صدام میاد؟ آره صداتون میاد. ببخشید روزانه من 4 روز نشستم تنید کردم و 4 هفته پیشم 2 هفته مستمر بود روزی 50 تا 60، حالا من کاری به پرافیتش ندارم فقط پیپو در نظر بگیرم سود بوده و نمیدونم حالا بلند مدت بشینم کار کنم یا همون بذار اینو بگم ایجان هر استراتژی که شما دارین ازش سود میگیرین و بچسبین بهش ول نکنین. ما اینجا داریم در کنار اون استراتژی که سود ده شما البته میگم میزان ریسک هم خیلی مهمه، در کنار اون داریم این استراتژی کار میکنیم. اگر داری سود میگیری ببین مهم اینه همه اینجا هستیم برای چی؟ برای اینکه سود از بازار بگیریم، بقیه رو بریز دور. این استراتژی اینم استراتژی هر استراتژی که داره سود میده خب باید انجام بشه. اگر استراتژی دراز مدت سود میده عیناً تکرارش کن. من اصلا این هفته هیچ محدودیتی برای استراتژی نذاشتم، گفتم هر جوری که دارین کار میکنین کار بکنین. حالا شما داری با مثلا یه استراتژی که خودت میدونی چیه، با یه مدیر سرمایه که خودت میدونی چیه، با یه ریسکی که خودت میدونی چیه داری سود میگیری. تنها نکته که میتونم اینجا بهش اضافه کنم اینه که این میزان ضرری که به حسابت وارد میکنه زیاد نباشه، یعنی ریسکش کم باشه. اگر هست اصلا تکونش نده، باش کار کن شخصی، هر چی که هست نوش جونت. اون سود باید سر جای خودش بمونه. من به یه چیزی رسیدم الان شما گفتید من باز رسیدم به 10 سال پیش استراتژی خودم که ساده تر خودتون الان رسیدید بهش دارید باش کارم. من هم رسیدم به استراتژی 1 سال پیشم که الان باز رسیدم بهش، الان دارم باش کار میکنم و اصلا این کلن استاپش توی 15 دقیقه. خب یه جایش فقط باید روش کار کنم که این 5 پیپ شاید با 1/10 هم میشه مثلا با 500 دلار سرمایه میشه 0.5%، نه 1%. این یه کمی شاید بعدا دچار مشکل بشم بیام حجم بالا ببرم. اونو الان میگم خیلی هم راجعش بحثو ادامه بدیم که دوستان دیگه منتظرن. فقط اونو به نظرم بذار خود سود، وقتی از سود این رو حجم رو در واقع تامین میکنی، یعنی حسابی که کوچیک بوده رشد کرده و سود کرده، اون از نظر اطمینان خاطر از نظر روانشناسی راحت تر رو اون سود ریسک کردن تا اینکه اصل سرمایه باشه. به مرور که در واقع میره جلو با هم ریسک کم ترجن ریسک آروم آروم با روی سود زیاد کن، روی اصل سرمایه زیاد نکن. این باعث میشه، اینم میگم در سال پیش گفتن تو ویدیو، وقتی که روی سود تمرکز میکنیم ریسک میکنیم حداقل خیالم راحته که اصل سرمایه آسیب نمیبینه و به خاطر همین از روانشناسی فشار زیادی به ما نمیاد. چون همه شما مبلغی که میاریم مثلا 1000 دلار 10000 دلار هر چقدر اگر اون سر جاش بمونه حداقلش خیالتون راحته که پولتون از دستتون نره. استاد متشکرم، فقط یه اجازه هم ازتون بگیرم 2 روز دیگه من یه جلسه دارم و اگر اوکی شد به توافق رسیدیم من از شما راهنمایی بگیرم به خصوصی از الان در خدمت هستم. زنده باشید. مرسی.